روز پنجشنبه دهم ماه مبارک رمضان ساروز رحلت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها می باشد. زندگی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها می تواند الگوی کاملی از وفاداری و فداکاری را به عنوان درس زندگی به ما بیاموزد. گزارش تهیه شده در این باره را با هم ببینیم. همزمان با ایام رحلت بزرگبانوی جهان اسلام، حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها شیعیان و محبان اهل بیت به پاس فداکاری ها و مجاهدت های آن حضرت در رکاب رسول خدا صلی الله علیه و آله یاد مادر گرامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را در سرتاسر جهان گرامی می دارند. بقاع متبرک امامزاده ها و حسینیه های شیعیان در عراق و دیگر نقاط جهان، شاهد برپایی مراسم ماتم و همچنین نصب بنرهای تعزیت و تسلیت به منظور گرامی داشت این مناسبت حزن‌انگیز می باشد. در این روز محبان اهل بیت علیهم السلام با تجلیل از فداکاری های اولین همسر و بزرگیاور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و نیز یادآوری مجاهدت های بی نظیر این بانوی بزرگ که در راه حمایت از دین اسلام انجام دادند برای زنده نگاه داشتن نام و یاد آن حضرت تلاش می کنند. بر اساس دیدگاه شیعیان و محبان اهل بیت علیهم السلام، زندگانی حضرت خدیجه سلام الله علیها نمایانگر جلوه های ویژه از شگفت‌انگیزترین ارزش ها، اخلاق نیکو و استواری و پایداری و صبر و مقاومت در مسیر حمایت و پشتیبانی از رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده است. جایگاه و نقش حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در سخت‌ترین دوران تاریخ اسلام بر کسی پوشیده نیست، چرا که ایشان نقش مهمی را در تثبیت و گسترش اسلام ایفا کردند و برای حمایت از همسر خود که محبوب ترین فرد در نزد خدای متعال بودند از هیچ فداکاری دریغ نکرده و تا آخر عمر مبارک خود مطیع رسول خدا و حامی رسالت و نبوت ایشان بودند. حضرت خدیجه کبرا یک الگوی نمونه برای زنان و مردان جامعه می باشند، چرا که در وجود ایشان ارزش‌ها و کمالات انسانی فراوانی بوده است. ایشان تمام ثروت، امکانات مادی و معنوی و همه هستی خیش را در راه رضای خدا و رسالت پیامبر اکرم بخشیدند و همچنین با حمایت‌های روحی، روانی و اجتماعی از پیامبر اکرم در ترویج اسلام و پیشبرد اهداف آن نقش بسزایی داشته و با این کار نام خیش را به عنوان الگوی واقعی و راستین تاریخ آفرینش ثبت نمودند. بدون شک گرامی داشته این بزرگوانی جهان اسلام موجب احیای تعالیم دینی و ارزش‌های نیکو بر اساس آموزه‌های اسلام و اهل بیت علیهم السلام و فراگیری درس‌های ارزشمند از مجاهدت‌ها و فداکاری آن حضرت به منظور الگو قرار دادن در سراسر دنیا می باشد. آن بزرگبانو هر آنچه را که داشتند برای حمایت از دین پیامبر خدا تا آخرین روزهای حزن‌انگیز رحلت خود در طبق اخلاص نهادند و در سالی که از این جهان چشم فرو بستند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آن را سال حزن و اندوه نامیدند. مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در رابطه با شخصیت گرانقدر حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ضمن توصیه به بانوان مبنی بر الگو قرار دادن ایشان فرمودند: آن حضرت قبل از آنکه با پیامبر خدا ازدواج کنند، نه فقط در مکه بلکه در کل حجاز و جزیره العرب بی‌نظیر بودند و در میان مردان و زنان دنیا از نظر شخصیت، از نظر اموال و دارایی و از نظر جایگاه دنیایی دومی نداشتند. معظم الله با تأکید بر ضرورت معرفی شخصیت و ابعاد مختلف زندگی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها فرمودند: پیامبر اکرم در آن روزگار از نظر ظاهری هم پدر و مادر خود را از دست داده و یتیم بوده و به یتیم ابو طالب شهرت داشته و سرپرستی ایشان را عموی بزرگوارشان حضرت ابو طالب بر عهده داشتند و هم پولی نداشتند. اما حضرت خدیجه هر آنچه را که داشتند در راه خدا و پیامبر او دادند
و این می تواند برای زنان مسلمان و مؤمن الگو باشد و از آن حضرت یاد بگیرند که درگاه خدا و درگاه اهل بیت از شخصیت، پول و آبروی خود مایه گذاشتند. لذا حضرت خدیجه می توانند الگوی مناسبی برای زنان باشند. ایشان با تأکید بر اینکه حضرت زهرا و حضرت خدیجه سلام الله علیهما می توانند برای مرد و زن و هر مؤمن و مؤمنه ای به ویژه برای زنان و به ویژه جوانان و نوجوانان الگو باشند فرمودند، لذا باید همگان سعی کنند از آن بزرگواران تا می توانند بیاموزند و هر آنچه را که راجع به حضرت زهرا و حضرت خدیجه می شنوند و می بینند و می خوانند تصمیم بگیرند که از همین الان برای عمل به آن تلاش کنند و به تدریج شروع کنند و وقتی انسان تصمیم گرفت کم و بیش موفق می شود.